سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشین. اونایی که جدید به جمع ما پیوستن، خیلی خوش اومدین به پیج خودتون. امیدوارم که با هم لحظات خوب و مفیدی رو سپری کنیم. امروز قراره واسه تون چنجه درست کنم با یه رسیپی خیلی آسون. البته چنجه درست کردن خیلی آسونه، فقط چند تا نکته داره. اونم اینه که گوشتتون چطوری نرم بشه و قشنگ پخته بشه. گوشتی که واسه چنجه استفاده کردم راسته گوساله هست به همراه چربی گوسفندی، که راسته گوسالم هم 3 شب توی یخچال بوده و یه کمی کهنه شده، حالت بیات گرفته. گوشت تازه استفاده نمی کنم برای کلن کباب کردن، چون گوشت تازه این قشه های سلولیش به هم چسبیده، هنوز باز نشده کامل، ولی گوشت بیاد این قشه های سلولیش از هم باز شده و دیگه مثل گوشت تازه موقع پخت خودشو جمع نمی کنه و لاستیکی نمیشه. اینو من 3 شب تو یخچال گذاشتم، بعدم فریزریش کردم و الان از فریزر در اومده، آب شده و دیگه الان آماده تیکه تیکه کردنه. گوشت بیاتو راحت میتونید که بدون استفاده از هیچ مرنتی استفاده کنید و با فقط نمک و فلفل سیخ بگیرید و کباب کنید. ولی من اینجا میخوام یه مرنت ساده هم بهتون بگم که گوشتتون رو واقعا خوشتم و خوشمزه کنه. بریم که با هم شروع کنیم. خب بریم سراغ گوشتمون که دیگه شروع کنیم تیکه تیکه کردنش. من یه ابعادی میگیرم که نه خیلی ریز باشه نه خیلی درشت. میبینید گوشتی که بیات شده کاملا انگشت توش فرو میره به راحتی و با دستم قشنگ از هم باز میشه و نرم میشه. نگاه کنین قشنگ گوشت از هم اومد زیر ناخونای من. ولی گوشتی که تازه باشه گوشت سفتیه و برای کباب کردن خیلی مناسب نیست، یا باید با استفاده از آناناس یا کیوی و یا تندرایزرهای دیگه نرمش کنید. خب این ابعاد من نیاز دارم. خب برای خوشمزه شدن کباب چنجه و چرب و چیلی شدنش من از چربی گوسفندی استفاده کردم که همونجور که میبینید این قطعات کوچیک کوچیک، اصلا درشت نباشه که یه وقتی آتیش به پا نکنه رو منقل یا نسوزه که کبابارم جزغاله کنه. قطعات کوچیک کوچیک. خب بریم سراغ مرنتش. من از یه پیاز بزرگ استفاده کردم، ته پیاز رو نگرفتم به خاطر اینکه موقع رنده کردن با رنده درشت لایه های پیاز از هم باز نشه. شروع میکنم رنده بزرگ. من فقط آب پیاز رو نیاز دارم. خب آب پیاز رو گفتم نیاز داریم. توفالش رو باید بردارم. توفالش رو میتونید بردارید برای کباب کوبیده یا هر غذایی که میدونید میشه باش آماده کرد. گوشتا رو بهش اضافه میکنم، یکم ماساژ میدم. حالا این توفاله هایی که یکم موند اونو بعدا از گوشت جدا میکنم. خب اینو یکمی که مخلوط کردیم با آب پیاز، در این مرحله من فقط فلفل سیاه رو بهش میزنم، نمکش رو آخر سر میزنم که یه وقتی کبابم نمک خیلی جذب نکنه و سفت بشه. ولی اگر نمک دریا دارین که نمک درشتیه تو همین مرحله هم میتونید بزنید، چون که زیاد به گوشتتون اون نمک نفوذ نمیکنه. خب اینو دیگه روشو سلیفون میگیرم 2 ساعت تا 3 ساعت، حالا بیشترم حتی میتونید اینو 1 روزم نگه دارید تو همین
و بعد از اون میریم که به سیخ بگیریم. اینا رو ما یخچال آوردیم، حالا نوبت اینه که بهش نمک بزنم. همونطور که میبینید نگاه، انگشت به راحتی داخلش فرو میره. نرم شده، حالا نمکش رو بزنیم. خب برای این گوشت من از سیخای نیم سانتی استفاده میکنم. یه چیزی هم که هست، من قبل از اینکه این گوشتا رو تیکه کنم، زردپه و پوستا و چربیای اضافه روش رو گرفتم. حتما این کار رو انجام بدین که گوشتتون غیر قابل خوردن میشه و سفت میشه. خب من اینا رو سیخ میگیرم. میتونید که چربی ها رو یکی در میون قرار بدین تو این، ولی من میخوام توی سیخ باریک جدا چربی ها رو بزنم، به خاطر اینکه وقتی که اشکشون در اومد و چربیش، میخوام رو منقل قشنگ یه جوری باشه که روی این گوشتا قرار بگیره و گوشتو خوشمزه تر بکنه.